این مراسم بزرگ در میان شک و تردیدهای چندین ماه سرانجام برگزار شد. مراسم رسمی گشایش گفتگوهای میان افغانان در دوحه 12 سپتامبر 2020. فضای آغازین این گفتگوها اندکی پرستراب محسوس می شود، اما پسانتر همه آهسته آهسته خود را راحت تر می آبند. امریکا که سازمانده اصلی گفتگوهای صلح افغانستان پنداشته می شود، در این نشست با پیام واضح آمده است. اولین گفتش با تأمین حقوق زنان آغاز می شود و بر تأمین حقوق بشر و دموکراسی تمرکز می کند. مایک پامپیو وزیر امور خارجه امریکا می گوید که هر گونه تصمیم درباره آینده گفتگوهای صلح تأثیر مستقیم روی همکاری های کشورش با افغانستان خواهد داشت. I cannot strongly enough urge you. Seize this opportunity. Protect this process. Respect each other. Be patient. Remain focused on the mission. تأکید بخش بزرگی از سخنرانی عبدالله عبدالله رئیس شورای مصالحه ملی افغانستان بر تأمین آتش بس و برقراری صلح میچرخد. از طالبان میخواهد که به برقراری آتش بس بشر دوستانه تن دهند. احترام بگذاریم. ما خواهان اعلان آتش بس بشر دوستانه میباشیم. اعلان آتش بس بشر دوستانه سبب میشود تا کمک های بشری و برنامه های توسعه‌ای به تمام بخش‌های افغانستان برسد و مردم ما از آن مستفید گردند. ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر هرچند در سخنرانیش عبارت آتش بس را به کار نمی برد، اما بر حوصله مندی در جریان گفتگوهای صلح تاکید می ورزد. در روز نخست این نشست هیئت حکومت افغانستان و طالبان یک گروه کاری 5 نفری را گزیدند تا روی چگونگی بحث های روزهای آینده توافق کنند. معصوم استانگزی، نادر نادری، فوزیه کوفی، زرار احمد مقبل، عنایت الله بلیغ گروه کاری هیئت گفتگو کننده حکومت و عباس استانگزی، مولوی عبدالکبیر، نورالله نوری، شهاب الدین دلاور و شیخ قاسم ترکمن گروه کاری هیئت طالبان هستند. ترسم البته روزی است که پروسه شکست بخورند و ما تمام موفقیت های که مدیر افغانستان گزارش دارند یا گزارش دارند به شمول زنان افغانستان او را از دست بدهیم. زلمای خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان بازیگر اصلی این گفتگوها امیدوار است که گام بعدی پیشرفت در این گفتگوها باشد و توافق بر فهرستی از تعهدات باشد. پس از امضای توافقنامه در 29 فوریه میان ایالات متحده امریکا و طالبان قرار بود گفتگوهای میان افغانان در 10 ماه مارچ آغاز شوند، اما با پیش شرط هایی که طالبان داشتند و دلایلی که حکومت برای پوره کردن آن پیش شرط ها داشت، این گفتگوها با مدت 7 ماه به تعویق افتادند. حالا که این گفتگوها آغاز شدند، معلوم نیست که چه زمان طول خواهد کشید و آیا نتایج مطلوب به دست خواهد آمد یا خیر. این پرسش ها با گذشت زمان پاسخ خواهند شد. راتب نوری، رادیو آزادی، دوحه.